سلام رفقا، چطورین؟ من امیرم و به چنل مووی‌شن خیلی خوش اومدین. آقا به خاطر پخش فیلم دکتر استرنج مولتیورس آف مدنس یه ویدیوی خفن و باحال براتون آماده کردم. کل ابزار و وسایلی که دکتر استرنج داره و ازشون استفاده میکنه رو میخوام بهتون معرفی کنم. سری لایک، زنگوله سابسکرایب، برو بریم. Every night I dream the same dream. اولیش کتاب ویشانتیه که اصلا داخل سینمای مارول واسه اولین بار تو دکتر استرنج مولتیورس آف مدنس نشونش دادن. اما خب قبل کتاب باید بهتون بگم که اصلا ویشانتی کی بود. ویشانتی لقبیه که به 3 موجود اساطیری یعنی آگاماتو، اشتر و هوگاس داده میشه. اونا از کل علم و جادویی که داشتن استفاده کردن، اومدن یک کتاب نوشتن که داخلش همه وردا و تلسمای مثبت جمع‌آوری شده باشه، یعنی تلسمی که از جادوی سیاه گرفته نشده باشه و توسط جادوگرای خوب استفاده بشه. بعد خب توی سالا جادوگرا و خردمندای زیادی هم به محتوای این کتاب اضافه کردن. میگن تو گذشته این کتاب به دست خوناشام مارول یعنی وارنا و یه خدا به اسم ماردوک افتاده بوده که استاد دکتر استرنج یعنی اینشنت این کتاب رو از ماردوک گرفته و دادش به استرنج. بعد این کتاب کلید رسیدن به کتاب خبیث یعنی دارک هولد هم هست. حالا دارک هولد چیه؟ دارک هولد هم یه کتابه که بهش کتاب گناهان هم میگن. دارک هولد دقیقاً برعکس ویشانتیه، به خاطر اینکه شیطانی و داخلش تلسمای منفی نوشتن. خبیث‌ترین و تاریک‌ترین جادوگرای تاریک تو نوشتنش دست داشتن. بعد جنس ورقه های این کتاب از پوست حیوانای نجسه، هیچ جوره هم از بین نمیره. خیلی از جادوگرا تو قرنای مختلف سعی کردن که فقط یه صفحه از این کتاب رو از بین ببرن، نشد. تلسمای همین کتابم هم بود که باعث شد اولین خوناشام مارول یعنی وارنا به وجود بیاد. شخصیت‌های خبیثی هم مثل مورگان لیفوم در به در دنبال این کتاب بودن. حتی میگن همین مورگان لیفوم تیکه تیکه این کتابو جمع کرده، بعد صحافیش کرده و کردش یک کتاب. الان این کتابم دست استرنج، خیلی هم خوب داره ازش مراقبت میکنه، اما یه بار ازش استفاده کرد تا کل خوناشامای مارول رو از بین ببره. اما یکی از باحالترین وسیله‌های استرنج شنل معراجه. شنل معراج تقریبا یکی از کاربردی ترین وسیله‌های استرنجه. در اصل وقتی که استرنج تونست اصلی ترین دشمن خودش یعنی دورمامو رو شکست بده، اینشنت وان به این نتیجه رسید که استرنج دیگه لیاقت استفاده از این شنل رو داره. اطلاعات خیلی زیادی در مورد این شنل نیست، اما خب میدونیم که قرنا پیش ساخته شده دیگه. اما خب باعث میشه که استرنج بتونه باش پرواز کنه، محافظ و سپر میشه براش، به دستورای استرنج هم گوش میده. خیلی هم مقاومه، تو نبردا و درگیریا خیلی به درد استرنج میخوره. چند بارم آسیب دیده، گفتن که واسه تعمیرش هم از وسایل عادی استفاده نمیشه. استرنج میره پیش یه بافنده به اسم انیتارمون. شالی که استرنج دور کمرش میبنده، این شال جادویی بیشتر حکم یه تناب رو داره واسه استرنج. خیلی وقتا هم دیدیم دیگه استرنج ازش به عنوان تناب استفاده میکنه. اما میخوام 2-3 از باحالترین وسیله های استرنج رو بهتون بگم. گوی آگاماتو یکیشه. تو معرفی کتاب ویشانتی گفتم دیگه، آگاماتو یکی از اون 3 موجود اساطیریه. استرنج اصلا منشأ قدرتش از اوناست. آگاماتو یه سری وسایل جادویی هم درست کرده بود که استرنج بعضیاشونو داره. یکی از اینا گوی آگاماتوه که داخل خونه استرنجه، یعنی سانکتوم سانکتوروم. داخل یه جعبه تلسپ شده هم ازش نگهداری میشه. حالا کاربردش چیه؟ به استرنج کمک میکنه تا رد دنیا و سیارهای دیگر رو بگیره. بهش کمک هم میکنه تا کسایی که از جادو استفاده میکنن و شناسایی کنه. اما قابلیت خیلی باحالش اینه که میتونه صدای استرنج رو تو فضا و زمان پخش کنه. اما مهمترین کاربردش اینه که میتونه پورتال بین دنیاهای مختلف باز کنه. ولی خب دشمنای قدرتمند استرنج مثلا دورمامو میتونن گوی آگاماتو رو بلاک کنن، استرنج نتونه ردشونو بزنه. وسیله باحال بعدی چشم آگاماتو. قدرتمندترین، با ارزشترین، خفنترین وسیله‌ای که استرنج داره همین چشم آگاماتوه. مثل گردنبند تا سینه استرنج هم میاد. اینشنت وان قبلا یه وسیله به استرنج داد به اسم تلسم آگاماتو، اونم خفن بود.
اما خب وقتی که با تجربه تر شد چشم آگاماتو رو بهش داد که خیلی قوی تر بود. آگاماتو 3 تا چشم ساخته بوده که یکیش واسه قدرت بوده، یکیش واسه علم غیب بوده، سومیش هم که دست استرنجر رو زمان اثر میذاره، میتونه تو فضا و زمانم پورتال باز کنه. وسیله باحال دیگه استرنج حلقه روحه. اما قبل از معرفی حلقه روح، حالت اروا رو باید بهتون بگم. حالت اروا یه قدرتیه که استرنج داره، یعنی میتونه هر موقع که دلش خواست روحش رو از بدنش جدا کنه، کسی هم روحش رو نبینه. به اکسیژن و خواب و آب و غذا هم تو این حالت نیاز نداره. تو این حالت هیچ کس هم نمیتونه بهش صدمه بزنه، مگه اینکه دیگه جادوگر بزرگی باشه دیگه. اما وقتی میره تو این حالت بدنش ضعیف میشه، خیلی ها میتونن به جسمش آسیب بزنن، بعد تو این حالت نمیتونه با بدن خودش هم ارتباط داشته باشه. واسه همین اینشنت وان اومد این حلقه رو بهش داد تا بتونه با جسمش ارتباط داشته باشه. اما خب نمیدونم استرنج چرا خیلی زیاد ازش استفاده نمیکنه. آخرین وسیله باحال استرنج جواهر بنفشه. این یکی از وسایلیه که اون اوایل خیلی تو کامیکای استرنج بود، اما دیگه الان ازش خبری نیست. جواهر بنفش یه پورتال باز میکنه به دنیای بنفش که یه حاکم ظالم به اسم آگامون اونجا زندگی میکنه. یه بار 2 تا سارق از همه جا بیخبر وارد خونه استرنج میشن، شانس میزنه وارد این دنیا میشن که استرنج میره نجاتشون میده. از اون موقع به بعدم استرنج سعی کرد که از این جواهر واسه فرستادن آدمای بد و خطرناک به دنیای بنفش استفاده کنه. یه بارم سعی کرد که لوکی رو بفرسته به دنیای بنفش، اما خب قدرت لوکی خیلی بیشتر بود و جواهر بنفش نتونست کاری کنه. واندا، what do you know about the multiverse? Viz had his theories. اما داخل کامنت برام بگین شما دوست داشتین کدوم یکی از این وسایل استرنج رو داشته باشین. من شنل معراج، این بغلم 2 تا ویدیوی دیگه میذارم که حتما یه سری بهشون بزنین. مانی هایست کره‌ای یا مانی هایست اسپانیایی و سوتیای عجیب و غریب فیلم ها. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.